همزمان با فرارسیدن روز 18 ماه سنبله، 21 سال روز جان باختن احمدشاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی، امروز جمعه شماری از سیاستگران به ویژه عبدالله عبدالله و حامد کرزی در پیام هایی که در صفحه های تویتر و فیسبوکشان پخش شدند، کارنامه های احمدشاه مسعود را ستودند. قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود مجاهد نستو و شخصیت وطن دوست کشور بود که در نتیجه دسیسه بیگانگان و به دست بیگانگان به شهادت رسید. احمدشاه مسعود فرزند دگروال دوست محمد خان در روز 11 ماه سنبله سال 1332 هجری خورشیدی در روستای جنگلک ولایت پنجشیر زاده شد. مسعود دوره کودکیش را در زادگاهش در ولایت پنجشیر سپری کرد، اما به علت تغییر وظیفه پدرش دوره مکتب را در هرات و سپس در کابل به پایان رسانید. آمر صاحب مسعود یک شخصیت فرزنده‌ای بود که شاید نظیرش نبوده باشد. او خودخواه بود، مجاهده بود که پدر و پیروزی را میخواست. عام مردم افغانستان که از او مجاهد بود، از هر ولایت که از او بود. در تابستان سال 1354 فرماندهی نخستین قیام پنجشیر را در برابر حکومت وقت بر عهده گرفت. احمدشاه مسعود پس از آن دانشگاه را نیمه تمام گذاشت و در برابر ارتش سرخ شوروی پیشین به مبارزه پرداخت. رهبری خردمند و دارای جهانبینی دقیق از اوضاع منطقه و جهان. احمدشاه مسعود در روز 18 ماه سنبله سال 1380 هجری خورشیدی در انفجار در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار جان باخت.